سلام دوستان، یکی از سوالات متداولی که پرسیده میشه این هست که اگه ما بخوایم وارد حوزه پرورش بشیم، بهتر این هست که به صورت تک شاخه‌ای بخوایم ورود کنیم به کار یا نه یک سبدی از شاخه‌های پرورشی رو بخوایم شروع کنیم. در جواب باید گفت که بعد از اینکه شما دوستان تحقیقاتتون رو کردین، آموزش‌های لازم رو دیدین، در مشاوره حضوری متناسب با شرایط شما بهترین حوزه برای شما انتخاب میشه و شما باید بخش اصلی سرمایه‌تون چیزی حدود 90% رو برای شاخه اصلی که در موردش به نتیجه رسیدین رو در نظر بگیرید، که باز هم در مورد درصدش باید در همون جلسه نشست مشاوره حضوری خدمتتون میخوام اعلام کنیم. اما نکته که وجود داره این هست که به علت ناپایداری که ما در حوزه‌های مختلف تو کشور داریم، شامل ناپایداری در قیمت خرید، در قیمت نهادها، در قیمت فروش، در بحث ظرفیت تولید و سایر شاخه‌ها، بهتر این هست که بخش کوچیکی از سرمایه خودتون رو بخواید برای شاخه‌هایی که رتبه دوم و سوم رو در تحقیقات شما داشتن اختصاص بدین. به طور مثال شما به نتیجه رسیدین در نشست مشاوره حضوری که بخواید سرمایه اصلی خودتون رو بذارید رو بحث پرورش مثلا مرغ بومی تخم‌گذار و شما سرمایه اصلیتون رو گذاشتین و مزرعه‌شون رو تشکیل میدین، اما شما 10% از سرمایه خودتون رو به طور تقریبی و میانگین اختصاص بدین به گزینه‌های دوم و سومی که مثلا میتونن ماهی زینتی باشه، میتونه گیاهان دارویی مثل زعفران باشه یا کرم ابریشم یا هر حوزه دیگه که سودده هست و به شرط شما هم سازگار هست و متناسب با سرمایه‌ای که می‌خواید بذارین از اون می‌خواید بهره ببرین. درسته که سرمایه اصلیتون رو اون حوزه نیست و ممکنه سرمایه بسیار کمی رو این حوزه بذارید، اما هدف ما از این که گفتیم شاخه دوم و سوم رو هم بخوایم داشته باشیم این نیست که لزوما سود بیشتری به شما میرسونه، بلکه هدف این هست که اگه خدای ناکرده در شاخه اول خودتون که سرمایه اصلیتون روش هست شما بخواید با یه ناپایداری در سالهای آینده مواجه بشین، مثلا بازار فروشش با مشکل مواجه شه، بیماری‌های خاصی در منطقه شما شیوع پیدا کنه، تأمین نهاده واسه اون حوزه سخت باشه، خرید در اون حوزه سخت باشه و سایر مشکلات، شما وقتی شاخه های دوم و سومی رو طی این سالها با خودتون به همراه داشتین و از جزئیاتش، از سودش و از بازارش مطلع هستین، شما میتونید با خیال راحت و با اطلاعات کافی خروج کنید از حوزه‌ای که دیگه واسه شما پر ریسک و پر خطر میتونه باشه. چرا که یکی از مهارت های مهمی که یک پرورش دهنده و یک تولید کننده باید داشته باشه در هر زمینه این هست که بتونه با ایجاد جایگزین هایی از قبل آمادگی کافی جهت برون رفته به موقع از یک حوزه‌ای که در خطر هست رو بخواد در خودش ایجاد کنه. اگه شما به شکل خانوادگی و تیمی کار می‌کنید، خانواده‌تون می‌تونن شاخه‌های دیگر رو کمک کنن که بخواید در اون زمینه هم بخواید پرورش رو داشته باشید، که غالبا از شاخه‌های پیشنهاد می‌دیم که تداخلی با شاخه اول نداشته باشن و از طرفی هم وقت زیادی از شما نگیرن، ولی اگه به هر علتی هم شما این امکان رو ندارید که بخواید شاخه‌های دوم یا سوم رو در کنار کار خودتون داشته باشین، میتونید از مزارع تحت پوشش و از مزارع تیم تحقیقاتی مینی سالون استفاده کنید. مزارع نهالش مثل نهال پالونیا و نهال گردو، ماهیان زینتی، کرم ابریشم و دام و طیور و سایر شاخه ها در و اون قسمت از مزرعه به اسم شما پلاک میشه. درسته که سود زیادی حالا متناسب با سرمایه‌تون ممکنه براتون به دنبال نداشته باشه چون سرمایه‌گذاری اصلیتون روی این شاخه نیست، اما این احساس امنیت رو بهتون میده که شما بخواید به مرور در اون زمینه اطلاعات لازم رو به دست بیارید، در مورد بازارش اطلاعات رو به دست بیارید و در زمانی که شاخه اصلیتون به خطر افتاد شما بتونید بخواید با خیال راحت از حوزه اصلیتون خروج کنید و وارد شاخه‌های دوم و سوم بشید.